برنامه خدا و با عرض سلام بینندگان محترم، توجه کنید به مجموعه خبرین ساعت از نور در آغاز سر خط مهمترین خبرها. اطمینان ارگانهای امنیتی به کمیسیون مستقل انتخابات. ارگانهای امنیتی کشور میگویند که امنیت 93% مرکزهای رایدهی را تامین میکنند. تصویب قانون شوراهای ولایتی از سوی مجلس نمایندگان. شوراهای ولایتی باز هم حق نظارت بر اعمال حکومت را ندارند. و در 12th سال روز افتتاح زندان گوانتانامو، شهروندان آمریکا خواستار تعطیل این زندان شدند. امروز شنبه 21 جدی سال 13 نوروزی خورشیدی و 11 جنوری 2014 میلادی است. مشروع خبرها. ارگانهای امنیتی کشور اطمینان دادند که امنیت بیش از 93% مرکزهای رایدهی را تامین خواهند کرد. مسئولان امنیتی کشور میگویند که آنان عملیاتهایی را برای پاکسازی مناطق مختلف کشور بر راه انداختند تا پیش از برگزاری انتخابات این مناطق تامین امنیت شوند. به گفته آنان نیروهای امنیتی کشور در حال حاضر امنیت بیش از 6000 مرکز رایدهی را تامین کردند و در تلاشند تا امنیت دیگر مراکز را نیز تامین کنند. پس از روزهای انتظار، سرانجام ارگانهای امنیتی کشور بررسی های خود را در مورد چگونگی تامین امنیت مراکز رایدهی اعلام کردند. کمیسیون مستقل انتخابات فهرست نزدیک به 7000 مرکز رایدهی را به ارگانهای امنیتی کشور ارائه کرده است. بررسی های نهادهای امنیتی نشان می دهد که آنان می توانند امنیت بیش از 93%، یعنی 6431 مرکز رایدهی را تامین کنند. مسئولان امنیتی کشور به کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان می دهند که امنیت متوقع مرکزهای رایدهی را نیز تامین خواهد کرد. مردم افغانستان خوشبین باشند، اطمینان حاصل کنند که 93% این مراکز توسط نیروهای امنیتی خودشان تامین امنیت میشه و ما بالای 414 مرکز نیز به گونه بسیار جدی تا رسیدن روز انتخابات کار خواهیم کرد که این مراکز هم از قید غیر فعال بیرون شوند و با مراکزی که فعال شوند به اونا بپیونده یا با کمیسیون محترم مستقل انتخابات اونا در جریان از شریک ساختیم، تصمیم داریم که جاهای از واره پیشنهاد بکنیم برای کمیسیون مستقل انتخابات که تغییر بدن. مسئولان امنیتی کشور تامین امنیت انتخابات را چالش عمده فراراه این روند نمیدونند، اما آنان تاکید میکنند که برای دفع تهدیدهای احتمالی گروههای مخالف مسئله دولت نیز آمادگی دارند. تامین امنیت افغانستان به چالش بکشه، امسال هم تلاش میکنند، اما بر ما قدرت ما، توانایی و ظرفیت و تجارب که نیروهای امنیتی افغانستان امروز حاصل کرده، هر نوع تلاش طالبان را خونسا خواهد کرد. لذا مردم افغانستان نباید تشویش داشته باشند که اگر احتمالاً یک وضعیت پیش خواهد آمد چی خواهد شد. هیچ چیزی نمیشه. برای هر نوع وضعیت در پلان یک برخورد مشخصی پیش بینی شده. مسئولان وزارت‌های داخله و دفاع ملی با توجه به افزایش کمیت و بلند رفتن ظرفیت نیروهای امنیتی کشور اطمینان می‌دهند که روند انتخابات را نسبت به گذشته خوبتر تامین امنیت خواهند کرد. مجلس نمایندگان قانون شوراهای ولایتی را تصویب کرد. هرچند دادن نقشه نظارتی به این شوراها از سوی شماری از نمایندگان طرح شد، اما سرانجام مجلس نمایندگان فیصله کرد که به شوراهای ولایتی نباید صلاحیت نظارتی داده شود. این در حالی است که هفته گذشته شماری از رئیسان شوراهای ولایتی از مجلس نمایندگان خواسته بودند که برای شوراهای ولایتی نقشه نظارتی را در نظر بگیرد. قانون شوراهای ولایتی 7 فصل و 41 ماده دارد که چهارچوب کاری اعضای شوراهای ولایتی کشور را مشخص میکند. هرچند این قانون پیش از این نیز چند بار در نشست عمومی مجلس برای گذاشته شده بود، اما به دلیل مبهم بودن برخی از مواد این قانون از سوی اعضای مجلس رد شده بود. هفته گذشته نیز شماری از رئیسان شوراهای ولایتی از مجلس نمایندگان خواسته بودند که برای شوراهای ولایتی نقش نظارتی را در نظر بگیرند، اما دادن نقش نظارتی به شوراهای ولایتی در مجلس نمایندگان بس برانگیز شد. شماری از اعضای مجلس نمایندگان هرچند داشتن نقش نظارتی اعضای شوراهای ولایتی را خلاف قانون می‌دانند، اما بر مشخص شدن چگونگی نظارت تاکید می‌کنند.
اگر قرار است که نظارت داده شود، نیاز به این داره که چند ماده اضافه شود برای تعریف نظارت و تعیین حدود و مرز نظارت شورای ولایتی. در کجای قوانین این نظارت برای شورای ولایتی تبیین و تفسیر شده است؟ من از شما میخوام همون کمیسیونی که فعلا حکم و داور قرار گرفته است خود حکم کرده است که باید حدود و مرزهای این نظارت مشخص شود. شما صدر تفسیر را پذیرفتید و ذیلش را نه. برای تفویض صلاحیت نظارت به شوراهای ولایتی کارت همس و کسایی که مخالف هست کارت سر. دو چار شش هشت دوازده جناب رئیس 24 کارت تایید است، دیگه تمام کارت رد است. وکلای محترم به استثنای 24 کارت موافق به اکثریت رد شد که کلمه نظارت به شورای ولایتی تفویض نشد. سرانجام قانون شوراهای ولایتی روز شنبه از سوی مجلس نمایندگان با اکثریت یارا به تصویب رسید. قانون شوراهای ولایتی شامل 7 فصل و 41 ماده به حیث کل برای گذاشته می شود. موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ. او حل شده جناب آقای صاحب، کارت های خود لطفا اگر بلند 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کارت سرخ جناب رئیس صاحب. به استثنای 10 کارت به اکثریت به تصویب رسید. قانون شورای ولایتی به اکثریت آرا به تصویب رسید. این در حالی است که داشتن تحصیلات و برخوردار بودن از تجربه کاری از مواردی است که در این قانون از سوی اعضای مجلس نمایندگان اضافه شده است. پس از این کسانی که تحصیلات نداشته باشند خود را برای کرسی های شورای ولایتی نامزد کردن نمی توانند. بانک مرکزی کشور گزارش اخیر اداره ویژه بازرسی آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار را گمراه کننده خوانده است. روز چهارشنبه هفته گذشته سیگار در گزارش سکتور بانکداری افغانستان را بی‌ثبات توصیف کرده بود، اما مسئولان بانک مرکزی میگویند که سیگار حق ابراز نظر درباره سکتور بانکداری کشور را ندارد. به گفته آنان این گزارش به گونه‌ای نگاشته شده است که عنوان آن با متنش همخوانی ندارد. مسئولان بانک مرکزی همچنان میگویند که سکتور بانکداری کشور بی‌ثبات نیست و با چالش بی‌ثباتی نیز مواجه نخواهد شد. اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش تازه خود نگاشته بود که سکتور بانکی افغانستان هنوز هم بی‌ثبات است. به اساس گزارش تازه سیگار، ضعف در نظام اداری، پایین بودن ظرفیت کاری و نظارت داخلی از چالش‌های کنونی بانک مرکزی خوانده شده است. سیگار میگوید که بانک مرکزی افغانستان در نظارت از بانک‌های خصوصی کشور ناتوان است. با باور سیگار، ناتوان بودن بانک مرکزی برای نظارت و بازرسی از بانک‌های خصوصی سبب شده است تا نارسایی‌های بانک‌های خصوصی اصرار نشود. اما مسئولان بانک مرکزی میگویند که سیگار حق ابراز نظر درباره سکتور بانکداری کشور را ندارد. به گفته مسئولان این بانک، گزارش اخیر اداره ویژه بازرسی آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گمراه کننده است. نظر ما این گزارش بسیار خلاهایی داره. ما این رد میکنیم. اول شما ببینید این گزارش شما خواندین که عنوان از این بسیار خطرناک یک اخطارنامه است، در حالی که در متن گزارش ارتباط نداره. گزارش متن گزارش بخوانین، نویج اضافه تر شکایت از دیگه ادارات امریکایی شده که چرا برای افغانستان، افغانستان بانک شما همکاری نکده. بنابراین ما میخواییم برای هموطنهای عزیزی گپ یادآوری کنم که سکتور بانکی کشور باثبات است، و دلیلی که ما میگیم باثبات است این است که سرمایه مقرراتی بانکهای تجارتی ما حد اقل را که بانک مرکزی تعیین کرده و 1 میلیارد افغانی است، تمامشان را دارند و سرمایهشان به حد کافی سرمایه دارند. در مجموع در نظام بانکی کشور 270 میلیارد افغانی سپرده ها وجود دارد. اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان پس از آن ایجاد شد که انتقادهای مبنی بر حیف و میل شدن کمک های این کشور در افغانستان شدت یافت.
مسئولان بانک مرکزی کشور نیز میگویند که سیگار حق ندارد تا درباره سکتور بانکداری افغانستان گزارش دهد. اولی که اداری سیگار صلاحیت ارزیابی بانک مرکزی به خصوص ارزیابی ظرفیت نظارتی بانک مرکزی را ندارد. وظیفه سیگار نظارت و مراقبت از مصارف کمک های امریکا در افغانستان است، نه از ظرفیت بانک مرکزی. دومی که اداری سیگار امرای بانک مرکزی ارتباط نگرفته تا ظرفیت نظارتی ما را بررسی بکنند. مسئولان بانک مرکزی میگویند هنوز هم بانک‌های خصوصی کشور نیازمند نظارت از سوی بانک مرکزی است. با گفته آنان بانک مرکزی کشور در نظارت بانک‌های خصوصی کوتاهی نخواهد. روزانه بیش از 400 تن از شهروندان مهاجر افغانستان از مرز ولایت نیمروز وارد این ولایت می شوند. مسئولان امور مهاجرین در نیمروز می گویند که بازگشت این افراد در حال حاضر باعث نگرانی اداره های محلی این ولایت شده است. اکبر چخانسوری رئیس امور مهاجرین ولایت نیمروز می گوید که این ولایت همه روزه پذیرای 450 تن از جوانان مهاجری است که از کشور ایران بازگشت می کنند. به گفته آقای چخانسوری سردی هوا و مشکلات اقتصادی سبب ایجاد درد سرهای فراوانی برای مهاجران در نیمروز شده است. رئیس مهاجرین ولایت نیمروز میگوید که پس از چندین بار درخواست کمک از مرکز تا اکنون هیچ توجه در این باره صورت نگرفته. وی میافزاید که ورود این مهاجران به ولایت نیمروز باعث فاجعه بزرگی در این ولایت خواهد شد. این در حالی است که هم اکنون ولایت نیمروز میزبان نزدیک به 2000 تن دیگر است که از ولایت‌های شمالی به این ولایت آمدند تا به ایران بروند. شماری از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که این مجلس باید در مورد قرارداد امنیتی کابل و واشنگتن موضع‌گیری روشن داشته باشد. نمایندگان مجلس میگویند که برای امضا و عدم امضای این قرارداد باید به آرای عمومی مراجعه شود. این در حالی است که در تازه‌ترین مورد آمریکا اعلام کرده است که این قرارداد باید ظرف هفته‌های آینده امضا شود. اما حکومت افغانستان میگوید تا زمانی که خواست‌های کشورش از سوی آمریکا پذیرفته نشود، قرارداد امنیتی دو جانبه را امضا نخواهد کرد. امضای قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن بیگومگوهای زیادی را در محافل سیاسی کشور ایجاد کرده است. حالا این بیگومگوها در مجلس نمایندگان نیز داغ می شود. شماری از اعضای مجلس نمایندگان در نشست عمومی روز شنبه این مجلس خوانیان شدند که قرارداد امنیتی با آمریکا به زودی امضا شود. با باور آنان امضای قرارداد امنیتی با آمریکا باعث ثبات سیاسی در کشور خواهد شد. آنان از رئیس جمهور کرزی می خواهند تا برای امضای قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن راه حل مناسب را در نظر بگیرد. مسائل را که به گروگان گرفته یک قوه دیگه وجود داره که به استاد میشه و دادخواهی و صدای ملت بر مردم می خواهد که ابراز داشته باشد. نگرانی موازی است که در قدم اول رئیس جمهور به خاطر امضا نشدن از این چی گزینه و الترناتیف داره؟ که ما بدانیم که اگر این موافقتنامه امضا نشد بودجه ما از کجا میاد؟ نیروهای نظامی ما را و امنیتی ما را کی حمایت میکنه؟ بدون کمک کشورهای کمک کننده ما نمیتونه، افغانستان نمیتونه به تنهایی زندگی کنه. بناهن باید هر چیز زودتر پیمان امضا شوه. در همین حال شمار دیگری از اعضای مجلس نمایندگان امضای قرارداد امنیتی را به سود کشور نمیدانند. این نمایندگان آمریکا را متهم میکنند که در بیش از یک دهه به مردم افغانستان جز درد و رنج نیاورده است. آنان میگویند که در مورد امضای قرارداد امنیتی با آمریکا باید با آرای عمومی مراجعه شود. مند و قندار و کنر و نیمروز و فلان و فلان ولایت ها را ببینید که هر روز آمریکایی ها چقدر جنایت میکنه. چطور افغان دل خوش داشته باشه که باز پایگاه امنیتی در اینجا امضا شود و وثیقه مرگ افغان ها را دوباره به دست آمریکا بتیم؟ آمریکایی ها شما در کابل خیج گپ نیست، کابل مرکز است. کابل امنیت است. شما بری از ولایت ها پرسان کنین، ده هر شب ده هر خانه عملیات میکنن، مردم شهید میکنن، مردم دستایش بسته میکنن، ده خانهش بم هم اندازن. او خانه افغان است، عزت داره، آبرو دارن. این در حال است که سفری امریکا در کابل میگوید وی مطمئن نیست قرارداد امنیتی از سوی رئیس جمهور کرزی به امضا برسد. وزیر مالیه موافقتنامه کمک بلاعوض به ارزش 50 میلیون دلار را با بانک جهانی امضا کرده است. قرار است این پول برای دسترسی به منابع مالی و بهبود و تقویت متشبثان به مصرف برسد. وزارت مالیه کشور میگوید که این پول از طریق اداره حمایت از سرمایه گذاری های کوچک در افغانستان و اداره تضمین قرضه های افغانستان تطبیق خواهد شد.
وزارت مالیه از کمک بلاعوض 50 میلیون دلاری بانک جهانی به این وزارت به منظور کمک به متشبستان کوچک و متوسط در کشور خبر می‌دهد. وزیر مالیه میگوید که هدف این کمک بانک جهانی تقویت بانک‌های قرضه دهنده در کشور میباشد. جهانی برای تقویه تشبسات کوچک و متوسط از کمک‌های بلاعوضی این اداره امروز به امضا می‌رسد. پولی هست که در دو سکتور خیلی مهمی که یکی هم در اداره مصفا یا اداره حمایت از سرمایه‌گذاری قرضه‌های کوچک افغانستان که 32 میلیون دلار برده 32 میلیون دلار به این مختص شده و 18 میلیون دلارش هم به خاطر تقویه و تضمین کردن سرمایه های متوسط است. در همین حال رئیس بانک جهانی در افغانستان میگوید که این بانک کمک های خود را در زمینه های مختلف در کشور ادامه خواهد داد. بانک جهانی در زمینه ارتقای ظرفیت کارمندان ملکی، حکومت داری خوب و حاکمیت قانون در افغانستان تا زمانی که نیاز باشد کمک میکند. هدف از کمک 50 میلیون دلاری بانک جهانی تقویت بانکداری و زمینه ایجاد کار با گرفتن قرضه های کوچک به مردم افغانستان میباشد. وزیر مالیه کشور تاکید کرد که گزارش اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان به دور از حقیقت بوده است و این اداره صلاحیت تهیه چنین گزارش را ندارد. در عملیات دو روزه نیروهای امنیتی افغانستان به همکاری نیروهای خارجی یکی از سرگروپ‌های مخالفان مسلح دستگیر شده است و 6 تن دیگر آنان زخمی شدند. نصرالله نستوه ناصری سخنگوی کندک چهارم نیروهای کماندوی ارتش در ولسوالی شیندند ولایت هرات گفت که از دو روز به این سو عملیاتی به هدف پاکسازی منطقه زیرکوه این ولسوالی از سوی نیروهای کماندوی ارتش در ولسوالی شیندند هرات به همکاری نیروهای خارجی راه اندازی شده بود. وی می‌افزاید که در این عملیات 6 طالب مسلح به شدت زخمی شدند و یک تن از آنان هم را با مقدار زیادی سلاح و مهمات دستگیر شدند. با گفته آقای ناصری، فرد دستگیر شده از جمله سرگروپ‌های مخالفان مسلح در این ولسوالی بوده است. پس از گذشت 12 سال از افتتاح زندان گوانتانامو و تقریباً 5 سال پس از وعده اوباما برای تعطیلی آن، مردم آمریکا روز شنبه در شماری از شهرهای این کشور به خیابان‌ها آمدند و خواستار تعطیلی زندان گوانتانامو شدند. در 11 جنوری 2002 نخستین زندانیان پس از صدور فرمان جورج بوش رئیس جمهور وقت از طریق هوا به این زندان که در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در خلیج گوانتانامو در کیوبا قرار دارد منتقل شدند. با این وجود از 779 زندانی بازداشت شده در گوانتانامو تنها 7 نفر مجرم شناخته و محکوم شدند. بر مبنای گزارش‌ها افرادی که به علت ارتکاب جنایات جنگی مجرم شناخته شدند خوش شانس بودند، زیرا فرصت برای آزاد شدن از گوانتانامو دارند، در حالی که اغلب زندانیانی که بدون تفهیم اتهام در این زندان به سر بردند ممکن است بقیه عمر خود را نیز در حبس به سر ببرند. از اثر درگیری میان تظاهرکنندگان اوکراینی و پلیس در کیف پایتخت این کشور شماری از تظاهرکنندگان زخمی شدند. این تظاهرات پس از اعلام رأی دادگاه کیف مبنی بر حبس 3 فعال سیاسی به اتهام تلاش برای حمله تروریستی و تخریب مجسمه لنین صورت گرفته است. این افراد پس از محاکمه به 6 سال حبس محکوم شدند. در این درگیری ها 2 نفر از جمله یوری لوتسنکو وزیر داخلی سابق و از رهبران مخالف دولت نیز زخمی شدند. محور اصلی اعتراضات مخالفان دولت در چند هفته اخیر در اوکراین خودداری حکومت این کشور از امضای توافقنامه همکاری ویژه با اتحادیه اروپا بوده است. اسرائیل از آغاز ساخت بیش از 1400 واحد مسکونی جدید در کرانه باختری رود اردن و شرق بیت المقدس خبر داده است. تشکیلات خودگردان فلسطین ادامه شهرک سازی ها را نشانه ای از عدم پایبندی رژیم اسرائیل به مذاکرات صلح میداند. این خبر درست چند روز پس از پایان سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل و کرانه باختری برای میانجیگری در مذاکرات صلح منتشر شده است. با این حال جان کری که سفر خود به منطقه را پس از 4 روز بحث و گفتگوی فشرده با مقام های اسرائیلی و فلسطینی در 6 جنوری پایان داد، گفتگوها را برای همراه کردن اسرائیل و فلسطین با طرح صلح ناموفق ارزیابی کرده است.
و روسیه از مقابله بشار اسد رئیس جمهور سوریه با شورشیان این کشور به حمایتش ادامه میدهد. این سخنان در دیدار دیپلمات‌های عالی رتبه روسی و وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا در مسکو مطرح شده است. شرمن پس از دیدار با میخائیل یوگاندوف و گنادی گاتیلوف معاونان وزیر امور خارجه روسیه در جمع خبرنگاران صحبت نکرد، اما وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه اعلام کرد که این دو دیپلمات روس در این نشست به شرمن گفتند که شورشیان سوریه تهدید برای آینده این کشور و ثبات منطقه به شمار می روند. هفته 19 همه رقابت های لیگا با انجام یک دیدار آغاز شد که در آن گرانادا موفق شد با 4 گل وایادولید را شکست دهد. گرانادا با این پیروزی 23 امتیازی شد و به صورت موقت در رده نهم جدول رده بندی قرار گرفت. بازی های هفته 19 همه لیگا امشب با انجام 4 دیدار پیگیری می شود که در حساس ترین بازی اتلتیکو مادرید در ورزشگاه وستنت کالدرون از بارسلونا پذیرایی می کند. این دیدار برای دو تیم از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و پیروز آن قهرمان نیم فصل خواهد شد. بارسلونا با 49 امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار دارد. اتلتیکو مادرید هم با همین تعداد امتیاز و تفاضل گل کمتر در رده دوم است. این بود خبرها تا این ساعت. از نور سپاس از توجه و همراهیتان. خدا نگهدار.